تفکر ادهی از صدر اسلام و از این نوع از تطبیق بوده و اساسش دو مقدمه است. مقدمه اولا این است که وقایع به لحاظ حکم شرعی منقسم میشه به سه قسم. قسم اول اونیست که درش احکامی ضروریه، اما از این که مربوط به عبادات باشه یا معاملات باشه یا سیاست باشه، احکامیست که ثابت است به کتاب و سنت قطعی و در این قسم کسی قائل به تصویب نشده. اگر کسی حکم واضح و ضروری را مشتبه بشه درش، از باتا بودیم که باید ملتظم به تختهش بود و در اینجا ملتظم به تصویب نیست. قسم دوم احکامی که مجعول است و مبین است در کتاب و سنت، ولیکن ضروری نیست، به معنای این که مورد بحث و نظر و اختلاف فقها و مجتهدین بوده است. این هم یک از وقایعی که دارای احکامی است که اونها به حد ضرورت نرسیده و مورد اختلاف صحابه و تابعین و فقها. قسم سوم وقایعی است که اصلا در کتاب و سنت برای اونها احکامی جعل نشده و سعدش ما تعبیر میکنیم به منطقه سراب، چون یعنی همین نقطه مقدمه ایران همین قسمه و اون عبارت یعنی اساسش اینه که ما میدونیم این که یک وقایی برای بشر به لحاظ شؤون فردی و اجتماعی حادث میشه که این وقایع را احکامی را که کتاب یا سنت متکفل اونها شامل این وقایع نیست، حکم اینها جعل نشده در شریعت مقدسه. وقایع مستحدثه است چه در شؤون اجتماعی و چه در شؤون سیاسی، اینها احکامی است که و حتی شاید در بعضی از جهات معامل عبادات وقایعی است که اینها حکمی براش جعل نشده اصلا. اینطور گفته میشه به واسطه اینکه احکامی را که در کتاب ذکر شده همون آیات الاحکامی است که تحقیق شده به عدد محدودی در حدود 500 آیه با جنبه های تکراری که درش اون هست، و در سنت شریفه هم احکامی که ذکر شده است احکام معدود و محدودی است. وقایع مستحدث اطلاعاتی که بشر در نتیجه باطن که تطور اجتماعش مبتلا بهش میشه از انواع معاملات مستحدثه و باطن بودین ترابط های اجتماعی و سیاسی مستحدث، اینها در کتاب و سنت حکمی برای اینها مشهور نیست. پس وقایع را میشه به صورت اجمالی دو قسم کرد. یک وقایعی است که حکمی برای اونها شده است در کتاب و سنت، حالا بخواد ضروری باشه یا غیر ضروری، مورد اختلاف باشه یا غیر مورد اختلاف. یک سنت وقایعی هم هست که حکمی برای اونها جعل نشده انتظار در شرع مقدس. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه این است که این منطقه فراغ باید پر بشه قطعا، یعنی نمیشد ببینه را که این سنت از وقایع با اهمیتشون در شؤون فرد و اجتماع از هر ناحیه‌ای
اینها بنا نیستیم که مردم به نسبت اینها تقیدی نداشته باشد. این هم نمیشه، یعنی اینها هم محتاج هم یعنی حل اینها باید از ناحیه قانونی بشه طبعا، و این وظیفه صد این الفاظ رو میدین که فراغ در این وقایع موکول است به فقها و مجتهدین و ارباب رأی، و اونها باید در این سنف از مسائل مستحدثه و در این وقایع متجدده که فارغ از حکم شرعی باید جعل حکم بکنند. منتهای امر در مرحله جعل حکم باید اهداف علیای اسلامی را در نظر بگیرند که حکمی را که جعل میکنند بر وفق اون اهداف باشه، و وقایع مشابهی را که منصوصان علیه هاست، یعنی حکمش در کتاب یا سنت الفاظ میگیم که ثابته، اونها را ملاحظه بکنن و ببینن که آیا عللی را که در اون وقایع هست آیا اقتضا میکنه سمون که چه نوعی از حکم را برای این وقایع متجدد و مستحدث را برای این واقعی متجدد و مستحدث برای این واقعی و بر طبق این مطلب که ازش ما تعبیر کردیم که قیاس اختراعی، چون قیاس را در مقصد قیاس ما با مقصد قیاس هم در مقصد قیاس هم تعرض کردیم، تقسیم کردیم به قیاس اختراعی و استکشافی. قیاس استکشافی که عام قائلا در موارد در قسم دوم از اقسام ثلاثه است، یعنی در موارد مسائل مختلف فیها که میخوان به او استکشاف را واقعی را بکنند، یک عقیده ایست که اینها افتراعی است، یعنی رجوع او میخوان حکم بدن نه حکم را کشف بکنند. اینها استدلال نیست، اینها مقدمه جعل حکم است، و این وظیفه موکول است به فقها به قضات میخواستیم که به ولات شرع که این کار را، البته به شرطی که واجب شرایط باشند طبعا، میخواستیم بودیم که اینها جعل این احکام را در این وقایع بکنند. این اسم سببیتی که گفته میشه که حکمی نیست در واقع، بلکه حکم تابع اونی که جعل شده است. این الفاظ رو بگیم که نظریه از بعد از فوت پیغمبر اکرم شاید شد این صحابه و یعنی به هر دو مقدمش، یعنی وقایع غیر منصوصا علیه ها داریم که اینها فاقد حکمند، و این که باید خلیفه المسلمین مثلا که در اون وقت یعنی شعور را متصدی بود باید جعل حکم کند برای اینها و همچنین قضات منصوبه از قبل اونها. این از اول تاریخا الفاظ هم بودیم که این نظریه پیدا شد، چون بنا نبودیم که مراجعه بشه به اون کسی که عارف به کتاب و سنت است، و الفاظ هم بودیم که یعنی حضرت امیر علیه السلام و استفاده بشه از مدوناتی و صحف علیین علیه السلام که در کتب ما و عامه هست، طبعا تصحیح میشد مطلب به قضیه این دو مقدمه، یعنی قضیه التزام به منطقه صلاح و اینکه صد این کله را هم باید اینکه قضات و مجتهدین بکنند، و هرچی اونها خوبی کردن خداوند تعالی هم
أفضل الصلاة. إن كان مقدما فرضوا أنه هي علم أهل البيت عليهم السلام ما نحتاج. وهم في حالات الظاهرة آيات وروايات الفاطمة. وهم كان في مقدمة لا ثابتة في يد من تبين حراغ بالمعنى هست يد ربالي که انسان مدین اونها خود ندارد و دین کامل نیست و نه هم این که وظیفه تشریع حق فقها و اهل رأی و مجتهدین است. هیچ کدام از این دو مطلب که اساس این نوع از تفکر است ثابت نیست و حضرت امیر علیه السلام در خطبه اهل البلاغه همین مطلب را تعبیر فرموده.